Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این مظفرالدین شاه مریض احوال سرانجام در سال 1324 هجری قمری برابر با 1285 شمسی فرمان مشروطیت را امضا کرد و چند ماه بعد درگذشت. همان عوامل داخلی و خارجی که آغازگر مشروطه شد اکنون به صورت سدی در می آمد در برابر آن. محمد علی میرزا ولیعهد جسور که برای سلطنت بر نظامی استبدادی بار آمده بود و با مشروطه همدلی نداشت شاه شد. در یکی از همان روزها سید جمال الدین واعظ با پسرش سید محمد علی جمالزاده به دیدن شاه رفتند. وقتی که محمد علی شاه پادشاه شد فرستاد پیش پدر من که تو فراموش کرده ای که دو دفعه آمدی به تبریز، من ولیعهد بودم، من به تو محبت کردم، ولی حالا که شاه شدم و حالا که تو هم واعظ مشهور مشروطیت شده ای هنوز به ملاقات من نیامده ای. یک شب بیا به نیاوران شام با هم بخوریم با همدیگه صحبت بکنیم. البته پدر من میترسید بره به نیاوران، با دوستانش مشروطه طرفهای بزرگ مشورت کرد، اونها گفتن که قبول بکن مهمانی را، اما این پسرت رو هم با خودت ببر. او وقت من 13-14 ساله بودم، فکر میکردن که جرأت نمیکنه که پسر سید، منم عمامه سرم بود، مرا بکشه. ما رفتیم به نیاوران، وارد شدیم، من رو نشوندن توی اتاقی، برام شیرینی آوردن، چای آوردن، پدرم رو بردن پیش محمد علی شاه. بعد از چندی اومدن که اعلیحضرت خبردار شده، من رو هم برداشتن بردن توی اون تالاری که پدرم با محمد علی شاه بود. محمد علی شاه اومد به طرف من تعظیم کردم، بعد به من گفت اسمت چیه؟ گفتم ممدلی. گفت سید ممدلی مدرسه میری؟ گفتم بله. گفت که فرانسه هم یاد میگیری؟ گفتم تازه شروع کردم. گفت که لیور لیزه وو، که به فرانسه من فهمیدم یعنی چه کتابی میخونی. ولی قبل از اینکه من جواب بدم من رو ول کرد و رفت پیش پدرم. پدرم هم به من اشاره کرد که برو همونجا بنشین تا من بیا. من رفتم، خیال میکردم بعد به ما شام خواهند داد و بنا بود شب اونجا بمانیم، ولی پدرم به حال برافروخته آمد که نه، باید برگردیم به تهران. معلوم شد حرفشون با همدیگه نگرفته بود. محمد علی شاه بدزبانی کرده بود. سوار همون کالسکه سلطنتی شدیم که برگردیم تو اون تاریکی به تهران. این کالسکه برگشت لابد به امر محمد علی شاه. من افتادم دور، پدرم پاش رفت زیر چرخ کالسکه، پاش تا آخر عمر پاش شکسته بود. بدزبانی محمد علی شاه با سید جمال الدین واعظ تنها گوشه ای از مخالفت شاه با مشروطه خواهان بود. محمد علی شاه حتی نمایندگان مجلس را به مراسم تاجگذاری خود دعوت نکرد. اما مجلسیان وادارش کردند تا به قانون اساسی سوگند وفاداری یاد کند. با تصویب قانون اساسی و متمم آن، کار اولین مجلس شورای ملی ایران آغاز شده بود. به گفته دکتر هما ناطق، این مجلس نماینده همه افکار بود.
مجلس اول یکی از آزادترین و یکی از مترقی‌ترین مجلس‌هایی بود که ما در طی تاریخ ایران داشتیم و مهم بود برای اینکه افکار مختلف کنار هم دیگه نشستن و اقشار مختلف یعنی روحانی در کنار عنصر چپ، عنصر چپ در کنار عنصر مشروطه‌خواه، عنصر مشروطه‌خواه در کنار حتی عنصر استبداد طلب کنار هم دیگه نشستن و وقتی ما صورت مذاکرات مجلس رو میخونیم میبینیم که در هر حال هر کسی عقیده خودشو و هدف خودشو به اون جوری که فکر میکرد در میان میگذاشت. در یک چنین جوی تعریف آزادی و عدالت از اهم مباحث مجلس بود. روشنفکران و متجددین که از دموکراسی‌های اروپایی الهام می‌گرفتند، بیشتر بر آزادی تکیه می‌کردند و روحانیون و سنتگرایان بر عدالت. اما به گفته احسان نراقی، در خود مجلس عدالت بیشتر هوادار داشت. در اونجا به خاطر اون سابقه دینی و اجتماعی ایران، جریان عدالت و قانون مهم بود. نه آزادی و آزادی فردی معنایی که در فرنگستون مصطلح است. به این جهت اون جریان همچنان پیش می رفت و اون بود که مهم بود، اون بود که فائق بود بر تمام افکار. مجلس هم خب طبیعتاً متوجه همین مبانی بود، محدود کردن حکام متنفذین، جلوگیری از اون امتیازات بیش از حدی که داشتن، اینا بود که مجلس رو در درجه اول به حرکت وامی داشت، بیش از مفهوم آزادی که در مغرب زمین مطرح بود. مهمترین نشانه اختلاف نظر شاید همین بود که چه نامی باید بر نهضت گذاشت. متشرعین خواهان مشروعه بودند و متجددین خواهان مشروطه. وقتی که ایران مشروطه شد نمیدونستن چه اسمی به این مشروطیت بدن. بعدها در ایران آخوندها گفتن که کلمه مشروعه بذاریم. بعد جا گفتن نه نه و نو و اینا و خیلی طول کشید. گفتن که میذاریم مشروطه مشروعه. اما در مجلس اول از جمله بقال‌ها یک نفر بقال را وکیل خودشون کرده بودن به مجلس فرستن. این بقال در مجلس در بلند میشه میگه ای بابا ما اسم این انقلابمون را گذاشته این مشروطه، بذاریم همون مشروطه، چه لزومی داره که مشروع رو بهش بچسبانیم؟ اکثریت با این مرد همراه میشن و مشروطه باقی موند بدون مشروعه. مثل خود قانون اساسی و مشروطه، آداب مجلسداری و آیین مجلس نشینی هم برای نمایندگان تازگی داشت و به گفته محمد علی جمالزاده با عادات روز سازگار نشده بود. من خودم یادم میاد که پدرم مرا میفرستاد برو ببین مجلس چطور کار میکنه. من میرفتم میدیدم در یک تالار خیلی بزرگی وکلا روی زمین نشسته بودن و صحبت میکردن. پدرم توی احادیث خونده بود که امام حسین روز عاشورا وقتی خواست با همراهان خود صحبت بداره فقام و قال، یعنی برپا خواست و صحبت داشت. همین این را یه مقاله کرد در روزنامه سور اسرافیل چاپ شد و از اون به بعد کم کم در مجلس هم صندلی گذاشتن و وکلا روی صندلی نشستن. تنها ایستادن یا نشستن بر صندلی تازه نبود. مطبوعات آزاد، تشکیل احزاب، توجه به قانون و میل به اصلاح و تحول روحیه پرشوری در مردم پدید آورده بود. اما محمد علی شاه مجلس مطیع می‌خواست، مخصوصاً که در فکر گرفتن قرضه خارجی بود و مجلس مخالفت می‌ورزید. همان سال دولت‌های روس و انگلیس قراردادی بستند و شمال ایران را منطقه نفوذ روس، جنوب را منطقه نفوذ انگلیس و مرکز را بی‌طرف اعلام کردند. این قرارداد و نیز اختلافات داخلی به گفته احسان نراقی مشروط خواهان را تضعیف کرد. اول از همه اتفاق و اتحاد روس و انگلیس 1907 بلافاصله با هم توافق کردن و روس ها توانستن از اون ضعف فتوری که در اثر جنگ
پیدا شده بود با نزدیکی با انگلیس جبران کردن و دو مرتبه به کمک مرتجعین و دربار قاجاریه افتادن به جون مردم، دو مرتبه جلوگیری کردن از پیشبرد هدفهای مشروطه‌خواهان و خب در داخله و نیروهای اعتدالی و ارتجاعی و نمیدونم راست و چپ و اینا تفرقه انداخت. شاید یکی از عواملی که کمک کرد به خارجی ها برای سرکوب کردن مشروطه خان همین اختلافات داخلی بود که به این صورت در میان مشروطه خان و آزادی خان و مجلسی ها بروز کرد. محمد علی شاه برای آنکه با دولتی مقتدر رویاروی مجلس بایستد، علی اصغر خان اتابک صدر اعظم مستبد پدران خود را دوباره به کار گمارد. مجلسیان با اتابک بنای مخالفت گذاردند. اتابک به دست طرفداران مشروطه به قتل رسید و چند ماه بعد به خود محمد علی شاه سوء قصد شد. همون بمب به کالسکه محمد علی شاه یه عمل تندی بود که تحریک کرد ارتجاع و هار کرد ارتجاع رو. همون بمبی که انداختن به کالسکه محمد علی شاه منجر شد به حمله به مجلس و رفتن محمد علی شاه به آقا شاه. به دستور محمد علی شاه فرمانده قزاقان روس مجلس را به توپ بست و جمعی از آزادی خواهان کشته شدند و مجلس اول تعطیل شد. اسم اون موقع را ما گذاشتیم استبداد صغیر، ولی مردم ایران به غیرت آمدن. آذربایجانی ها، بختیاری ها، قشونی از گیلان آمد، قشونی از بختیاری ها آمدن. محمد علی شاه شکست خورد، از سلطنت مخلوع شد، رفت در سفارت روس بس نشست و سفارت روس رفت به روسیه، دیگه به ایران بر نگشت. یک قشونی فرستاد به ایران با یکی از سامصفای خودش، اون قشون را ایرانی ها شکست دادن و محمد علی شاه در خارج از ایران مرد. با شکست محمد علی شاه مشروطه خواهان به تصفیه حساب با طرفداران استبداد پرداختند. شاید مهمترین قربانی شیخ فضل الله نوری بود. شیخ چون نیات مشروطه خواهان را خلاف شرع می دید به جرگه مستبدان پیوسته بود. شیخ فضل الله که او هم از علمای بزرگ ایران بود، او از اول میگن مشروطه طلب بود، ولی بعد کم کمک جدا شده بود از مشروطیت. همین شیخ فضل الله با یکی از علمای دیگه، پدر سید ضیاءالدین معروف، سید علی یزدی، رفتن توی میدان توپخانه در تهران دور توپها. مردم سروپا و فقیر و فقور به زور دو قران و سه قران اونا جمع می شدن و فوش می دادن مرده باد مشروطیت، زنده باد محمد علی شاه. و حتی یک نفر را هم به دار کشیدن، یک نفر خیاطی را که فهمیدن مشروطه طلب، ولی اونها هم نتمونستن پیش ببرن. و حتی پسری داشت، پسرش بزرگ بود، پسرش از قضا مشروطه طلب بود، و وقتی که شیخ فضل الله را محکوم به قتل کردن به دار کشیدن، معروفه که همین پسرش پای دار حاضر بوده و خوشحالی میکرده. اعدام شیخ فضل الله نه تنها به جنگ میان مشروطه خواهان و استبداد طلبان پایان نداد، که خود آغاز شکافی عمیق‌تر میان دو نیروی تجدد و مذهب شد. به گفته هماناطق شکست محمد علی شاه نیز به دشواری‌های مشروطه خواهان پایان نبخشید. پایان کار شیخ فضل الله به جنگ مشروطه و مشروع پایان نداد. فرزند جوان محمد علی شاه احمد میرزا و نایب السلطنه هم ناتوان‌تر از اون بودن که پاسدار مشروطه بشن و مجلس هم ضعیف‌تر از اون بود که با مداخلات روس و انگلیس بتونه مقابله بکنه. ولی با این حال دولت ایران تصمیم گرفت برای اینکه پای روس و انگلیس رو اندکی از ایران بیرون بکشه، به امریکا رجوع بکنه، یعنی به کشور سوم و به یک کشور بی‌طرف‌تر. و به این ترتیب بود که شوستر رو به ایران آوردن برای تنظیم امور اداری ایران و این هیئت صادقانه در ایران کار کردن. و این اول با مخالفت و دشمنی روس‌ها روبرو شد که اولتیماتوم به ایران دادن و خواستار اخراج شوستر از ایران شدن. دولت ایران اولتیماتوم روسیه را پذیرفت و مورگان شوستر که ماندنش در ایران برای مردم مظهر استقلال شده بود از کشور اخراج شد.
پس از 7 سال شور انقلابی بار دیگر مجلس شورای ملی ایران تعطیل و کشور به انقیاد کامل روس و انگلیس درآمد و این مظهر شکست مشروطه شد. شکست مشروطیت چند علت داشت. روشنفکران ایران خواستند که مدنیت غربی رو در ایران پیاده کنن و دموکراسی غربی رو در ایران پیاده بکنن بدون اینکه شناختی از ماهیت و سرشت این دموکراسی داشته باشن. به نظر من بزرگترین شکست مشروطیت این بود، یعنی مسیری که در اروپا طی شده بود تا این دموکراسی مستقر بشه از قرن 18 به بعد، اینو اصلا اینها نه تنها بهش وارد نبودن بلکه نادیده گرفتن، به طوری که گزارشگرهای فرانسوی و انگلیسی میخندیدن که فرض کنید که مثلا افرادی مثل شیخ سلیم یا نظیر اون در آذربایجان خودشونو میرابو اسم میذاشتن. دومین علت شکست مشروطیت عبارت بود از اینکه حتی مشروط خواهان در ولایات مختلف خواستهای همسان نداشتند، یعنی خواستهای مردم آذربایجان درست مغایر خواستهای تهران بود، یا خواستهایی که در اصفهان بود یا همینطور در گرج یا همینطور در خراسان، شعارها و خواستها اینها با هم دیگه همگنی نداشتن. این دومین بود. سومین عامل شکست مشروطیت دخالت روس و انگلیس بود. پیمان 1907 دولت انگلیس و روس بود که به روسها اجازه اشغال شمال میداد و به انگلیسها اجازه دخالت در جنوب، و روسها که در همان 1906 مجلس خودشونو بسته بودن بنابراین مغایر هر نوع حکومت قانونی در ایران بودن و از استبداد دفاع میکردن سرسختانه. چهارمین علت جنگ مشروعه و مشروطه بود، یعنی استبداد و آزادی خواهان بود که دولت‌های خارجی تونستن از نیروی استبداد حد اکثر استفاده رو بکنن، به ویژه در آذربایجان وقتی که قشون روس به آذربایجان حمله میکنه قوای سرکوبش رو خود استبدادنیان ایران تشکیل میده. مشروطه شکست خورد، اما آنگونه که دکتر سیف پور فاطمی مورخ و نماینده پیشین مجلس نقل میکند نتایج عینی هم به بار آورد. بهترین جواب راجع به این موضوع را مرحوم مدرس به پادشاه عثمانی در قسطنطنیه داد. وقتی که از او سؤال می کند سلطان محمد که فرق حکومت مشروطه امروز شما با قبل از مشروطه چه چیز است؟ مدرس در جواب می گوید که قبل از حکومت مشروطه یک نفر به نام پادشاه قدرتی داشت که بر جان و مال مردم مسلط بود و هر چی می‌خواست انجام بدهد. بعد از مشروطه در 2-3 دوره مجلس که ما داشتیم، مجلس که نماینده مردم بود توانست که جلو قدرت افراد را بگیرد، و در دوره دوم مدرس گفت که ما در ظرف این 13 سال یا مدت مشروطه توانستیم رجالی تربیت بکنیم که این رجال برای ما بزرگترین ذخیره مملکت هستند و با تمام مشکلاتی که داشتیم و گرفتار جنگ بین المللی بودیم و اشغال شدیم از طرف انگلیس ها و از طرف روس ها، معلوم یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم. و گذشته از نتایج عینی، به گفته احسان نراقی، خاطره آزادی و تجربه مبارزاتی مشروطه فراموش نشدنی بود. در کشور ایران بالاخره برای اولین بار قانون یه معنای گرفت، برای اینکه واقعا با حکومت سلاطین، شما وقتی میخونه زندگی سلاطین و قدرت‌های سلاطین می‌بینی که اصلا مفهوم نداشته تا قبل از مشروطه قانون در کشور ما. همین توجه به قانون، توجه به اینی که حکومت و قدرت محدود باید باشه، مشروط باید باشه، نامحدود نیست، و اینکه افرادی حقوقی دارن، این یقیناً چندین نسل رو بالاخره تحت تاثیر قرار داده. منتها چون همیشه تلخ بوده، یعنی چیزی ازش حادث نشده، نتیجه به دست نمیده،
اونجور که باید برای مردم یک امر محکم و مسلمی نیست، ولی خاطرش باقیه که کوشش برای استقرار قانون، کوشش برای جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم، این خیلی مهمه. حالا نشده، به هدف نرسیدن مردم آزادی خواه، ولی این تلاش و این هیجان و این جریان فکری به نظر بنده که از خاطرهای بسیار شیرین و شورانگیز تاریخ معاصر ایرانه. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.